بعد از قیام شهریور 1401، حکومت خامنه‌ای جایگاه خودش رو به عنوان یکی از سرکوبترین کشورهای جهان در زمینه آزادی مطبوعات تقویت کرد. بنا به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در حال حاضر ایران رکورددار جهانی تعداد خبرنگاران زندانیه. همراه میشیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی. به شما سلام و خوش آمد میگم خانم دشتی. ابتدا میخواستم نگاهی داشته باشیم به خبرنگارانی که رژیم اونها رو فقط به خاطر حرفشون زندانی و مورد بدرفتاری قرار داده. با سلام خدمت شما، من اجازه میخوام به طور خلاصه یک برگشتی داشته باشیم در طول سالیانی که رژیم داره حکومت میکنه، به خصوص دوره خامنه‌ای و بعد از مرگ خمینی. بعد از قتل عام 67 و اون سکوت و سرکوب فرامونی که توی جامعه بود، خامنه‌ای برای اینکه قدرت خودش رو تثبیت کنه دست به قتل‌های سیاسی زد که مشهور شد به قتل‌های زنجیره‌ای. عمد کسانی که در این قتل‌ها جونشون به وسیله رژیم گرفته شد، خبرنگاران، نویسندگان و روشنفکران جامعه بودند. یعنی چیزی که باز رژیم میخواست و خامنه‌ای به خصوص میخواست رژیم خودش رو تثبیت کنه. منظورم اینه که خبرنگاران و روشنفکران و نویسندگان هیچ وقت از آسیب رژیم در امان نبودند. در زمان به اصطلاح قتل‌های زنجیره‌ای، ابراهیم زالزاده خبرنگار، پرویز دوانی خبرنگار، و خب من از اسم محمد مختاری و پوینده رو نام ببرم که بسیار شناخته شده بودن از نویسندگان و خبرنگاران. ما موقعی که راجع به خبرنگار در ایران حرف میزنیم، به طور عمده باید گفتش که ما راجع به خبرنگاران روزنامه ها و نشریات نوشتاری صحبت میکنیم. از اون جایی که رادیو و تلویزیون ایران تحت اختیار رژیم هست و تقریبا میتونیم بگیم که از توی این رادیو تلویزیون خبرنگاری یا کسی نه دستگیر میشه و یا من تا به حال ندیدم، اگرم بشه شاید پنهانی باشه یا اینکه اخراج بشه. دیروز روز خبرنگار بود، دیدیم که رئیسی وارد صحنه صدا و سیمای رژیم شد و اون خبرنگاران وایسادن براش تشویق کردن. خب یک نمایش بسیار مسخره‌ای، موقعی که بر اساس همونجور که خودتون گفتین دو تا مرکز بزرگ بین‌المللی هستن که خبر رو و آزادی خبرنگارا و آزادی مطبوعات رو در دنیا نظارت میکنن، یکی خبرنگاران بدون مرز هست و دیگری حفاظت از مطبوعات در دنیا. خبرنگاران بدون مرز گفتن که ایران، مرتبه ایران در بدترین سانسور مرتبه 178 از امسال، یعنی پارسال 177 بوده، امسال شده 178، یعنی یک مرتبه نزول کرده. من فکر نمی کنم بیشتر از 180 یا 185 کشور مورد این بررسی قرار گرفته باشن. و در مجموع خبرنگارانی که الان توی زندان هستن 62 نفر هستن که 20 نفر یا 25 نفرشون، اعداد کاملا مشخص نیست، به خاطر وثیقه یا خیلی چیزای دیگه آزاد شدن، ولی هنوز تحت نظر هستن. اما همونجور که گفتم نگاه کنیم به این روز وضعیت خبرنگارای روزنامه ها، زنها تعداد بسیار زیادی از دستگیر شدگان رو تشکیل میدن و در طول این سالیان ما دیدیم که خبرنگاران آزادی مثل زهرا کاظمی، زیبا کاظمی که ایرانی الاصل ولی کانادایی بود، برای گرفتن تصویر به اصطلاح عکاس خبرنگار بود، در جلوی زندان اوین دستگیر شد و زیر شکنجه به شکل بسیار فجیع و بی‌رحمانه‌ای جون خودش رو از دست داد. یا یک شهروند خبرنگاری مثل ستار بهشتی که به خاطر وبلاگ نویسی بود که با اسم خودش هم نمی‌نوشته یک چیزایی رو، دستگیر شد و اون هم زیر شکنجه کشته شد. از امید رضا میرسیافی نام ببرم که اون هم دستگیر شد و 8 سال زندان بود و توی زندان به شکل فجیعی، یا این که اصلا معلوم نشد چرا کشته شد. هدا صابر روزنامه نگاری که باز در ایران دستگیر شد و کشته شد توی زندان. بکتوش آبتین رو نام ببریم. یعنی واقعا اگر که به این رژیم نگاه کنیم و پرونده سیاهی که در مورد سرکوب سانسور داره، هیچ جایی نداره که بگیم
مثلا میتونه یک راهکاری برای بهبود خبرنگارا داشته باشه. من فقط اینجا باید اضافه کنم که خیلی از سردبیرای روزنامه ها و سردبیرای روزنامه های دولتی که جای خودشون رو دارن متاسفانه حمایت نمی کنن از خبرنگارایی که دستگیر میشن و خبرنگارا خودشون همین مثل الهه محمدی یا اون همکار دیگهش که الان توی زندان هستن و بحث دادگاهی شدنشون نیلوفر احمدی خیلی به اصطلاح روی بحث هست، هر دوی اینا گفتن دلشون برای کارشون تنگ شده و از کاری که کردن پشیمون نشدن. الهه محمدی 15 سال سابقه کار خبرنگاری داره، خیلی از خبرها رو پوشش داده در طول این سالها، خبرهایی که تقریبا جنجال برانگیز بوده و بیشتر مسئله زنان و مسئله مسائل اجتماعی رو مورد نظر قرار داده و همینجور نیلوفر. من میگم که بحث زیاد هست و اگر که بخوایم روی این مسئله چیز صحبت کنیم زیاده، اما من فقط اینو میگم که مهسا بعد از کشته شدن فجیع مهسا امینی، نیلوفر احمدی و الهه محمدی رو دستگیر کردن، ولی همین روزا گفتن که اصلا دستگیرشون ربطی به مرگ مهسا امینی نداشت، که خب اینم باز یک نمایشی هست که بگن که خبرنگارا کار دیگه ای کردن و بیشترین حکمی که به اینا میدن برهم زدن امنیت ملیه، که این امنیت ملی در حقیقت امنیت خامنه ای هست که به لرزه میفته. خانم تشتی، هدف رژیم رو از تشدید سرکوب خبرنگارا چطور میبینید؟ ببینین، خبرنگارا خب چشم گوش جامعه باید باشن. در تمامی کشورهای دنیا خبرنگارا به طور بی‌طرفانه و کنجکاوانه رفتار دولت، قدرتمندان و کسانی که صاحب قدرت هستن رو باید که زیر سوال ببرن، باید که کنکاش کنن، باید که مورد سوال قرار بدن. خب توی ایران همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه. اگر که نگاه کنیم، ما تقریبا خبرنگارای سیاسی ازشون واکنش دیده نمیشه، بیشتر خبرنگارای اجتماعی و خبرنگاران اقتصادی هستن که در معرض فشار هستن. خب حتی این صدای کمی هم که میاد بیرون از این خبرنگارا که باید مورد سوال قرار بدن، باید مشکلات رو اعلام کنن، باید بگن که وضعیت کارگرا چجوره یا وضعیت معلم ها، با چند تا از خبرنگارا رو که داشتیم دستگیر شدن به علت اینی که زیر سوال بردن مسئله مسمومیت یا حمله شیمیایی به مدارس دخترانه رو. یعنی همونجور که خدمتون عرض کردم، یا خبرنگاران اجتماعی هستن یا خبرنگاران اقتصادی که بیشتر الان در معرض خطر قرار دارن. و البته من فکر میکنم که ترس خامنه‌ای و ترس رژیم بیدلیل نیست، به این علت که جامعه انقدر متحول شده که خود فکر میکنه رژیم که با دستگیری و با تهدید، با ارعاب میتونه صدای خبرنگارا رو خاموش کنه. این صدا اگر که خاموش بشه، فردا از جای دیگه بلندتر و بلندتر فریاد خواهد شد، چون که شهروند خبرنگارا هستن و خبرها رو میرسونن. من فقط اجازه میخوام یه چیزی رو بگم، من فراموش کردم، چون در مورد خبرنگارا امروز سفیر، یعنی دیروز روز خبرنگار بود توی تهران، سفیر انگلستان توی تهران یه توییت زده که اجازه میخوام که از روی این توییتش بخونم براتون اگر که باشه. توییت کوتاهیه که نوشته ایران 17 مرداد رو روز خبرنگار نامگذاری کرده است. ادای احترام میکنیم به خبرنگارانی که اجازه ندارند کار خود را انجام دهند و امنیت خود را در خطر میبینند. بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران میخواهیم تا آنهایی که خودسرانه بازداشت شدند را آزاد کند، از جمله خبرنگارها. به خاطر همین توییت امروز وزارت امور خارجه سایمون شرکلیف که وزیر امور به اصطلاح سفیر انگلستان است توی تهران رو فرا خونده و بهش گفته توی مسائل داخلی ایران مداخله نکن. یعنی شما نگاه کنین، یک توییت لرزه بر اندام تمامی کلیت رژیم میندازه و خب طبعا ترس اینه که ممکنه این صدا به گوش بقیه هم برسه. بله خانم دشتی، میخواستم خیلی کوتاه به این موضوع بپردازیم. شما تو صحبتاتون از خبرنگارانی نام بردین که خب دستگیر شدن و همچنان
بر مواضعشون در حمایت از قیام مردم ایران دارن دفاع میکنن و میگن خلاصه ما هستیم پای اون چیزا. این مواضع رو از اینها شما چطور میبینین و تو این رابطه فکر میکنین اساسا چی کار باید کرد و آیا مردم ایران عقب مینشینن از این مواضع و فشارها و سرکوبی که رژیم داره وارد میکنه این چنین؟ ببینین واقعیت صحنه ایران، بارها هم گفتیم یک جامعه انفجاری هست از یک طرف، یک نیاز به تغییر بزرگ از طرف مردم و جوی که خود افراد رژیم میگن انفجار صورت خواهد گرفت که ما میگیم یک جامعه متحول و در حال انقلاب هست. خب فشارهایی که میاره، هر چقدر که رژیم بیشتر فشار بیاره مشخصا معلومه که مقاومتی که توی جامعه هست بیشتره، یعنی خیلی زیادتر از اونی هستش که رژیم تصور میکنه. بله میتونه دستگیر کنه، میتونه شاید چند تا خبرنگارا رو دیگر هم دستگیر کنه، اما شرایط جامعه جوری هست که به هیچ عنوان نمیتونه جلو این شرایط انقلابی رو بگیره و دیر یا زود مردم به هر وسیله‌ای که شده، حتی اینترنت رو ببنده خاموش کنه یا هر کار دیگه بکنه، این خبرها رو به گوش دنیا میرسونن و خودشون خبرساز دنیا میشن. کما این که دیدیم در چند ماه اوائل انقلاب یا قیام 1401 تمامی خبرگزاری‌های دنیا با افرادی که توی ایران بودن ارتباط برقرار میکردن، سعی میکردن صدای مردم رو به گوش دنیا برسونن، که خب این ارتباط ها به راحتی صورت نمیگرفت، ولی به هر حال خبرنگارا از طریق ایرانی های خارج از کشور سعی میکردن با کسانی داخل ایران صحبت کنن. یعنی رژیم هر کاری بکنه نمیتونه جلوی این انقلاب رو بگیره، نمیتونه جلوی صدای مردم رو بگیره. و خامنه ای واقعیت میگم جز حتی نفرات نزدیک به خودش هم الان دیگه دارن فریادشون بلنده که انقلاب در راه است. پس روزای سخت ولی روزای خیلی پرشکوه زیبایی در انتظار مردم ایران است. بله بسیار سپاسگزارم از شما خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی که تو این گفتگو همراه ما بودین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.